برایش نغمه می‌خوانند، با آبش وضو می‌گیرند و نماز و شکر می‌گذارند، چرا که به زودی زندرودشان سیروان منشأ تحولی بزرگ در مناطق غرب کشور می‌شود. آورده این رودخانه در سال حدود 1,700,000,000 متر مکعب آب هست. رؤیای بزرگ انتقال آب این رود به طول 460 کیلومتر از سیروان تا دهلران در حال تحقق است. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بیش از 150 کیلومتر تونل های انتقال آب، 17 دستگاه سد، 650 کیلومتر لوله های انتقال آب در دستور اجرا داره. از تونل نوسود که با عملیات پیچیده مهندسان داخلی احداث شد، آب سیروان به سد ازگله میرسد. آب از این مسیر میاد و در ایستگاه‌های پمپاژ مسیر و نقاط آبگیری که تحویل ما میدن برای شبکه‌های 3 و 4 ما اونا رو تحویل مزارع میدیم. این روزها از نواحی تفتیده مناطق مرزی که عبور میکنی جهاد در سختی را میتوان دید. ما مشغول مکانیزه کردن زمینه کشاوردی دشت زعاب هستیم و این ابر چه به جا باریدن میگیرد و کشاورزانی که رؤیای رسیدن آب را اینجا به انتظار نشستند. آب تو زمینه جاری بشه از هر هکتار 10 بار برداشت میکنی. با اجرای کامل تر سامانه گرم سیری 32 هزار هکتار از زمین های زراعی شهرستان های قصر شیرین، سرپل زهاب، ایلان غرب و سلاس باباجانی آبی میشود. این طرح از سال 92 شروع و همکنون در استان کرمانشاه 90% پیشرفت فیزیکی دارد. 4900 میلیارد تومان هزینه داشتیم برای کل این منطقه. در طرح بزرگ مهار آب‌های غربی، افزایش 10 برابری محصولات کشاورزی، تأمین آب شرب، سرسبزی دشت‌ها، کاهش دمای هوا، کاهش گرد و غبار و توسعه اقتصادی پیش‌بینی شده. ان شاءالله ما آخرین کشتی دائمی همت. کشتی دومان پای شروع یافت. و اینها همه هدیه‌ای است به مرزنشینان سال‌های حماسه و ایثار.